برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. آواز دوویس تهیه یک مقاله جالب که در این هفته گزارش داد که چگونه ساکنان یک روستای هندی در منطقه کارناتاکا با وجود اینکه در آن دیگر ساکنان مسلمانی وجود ندارد همچنان به برگزاری مراسم عزاداری محرم ادامه می دهند. اهالی روستای هیربیدانور در سانداتی تالوک با اجرای مراسمی به امام حسین علیه السلام ادای احترام می کنند. جالب این که مراسم تعزیه مذکور در تمام روستا در 5 روز پایان ماه اجرا می شود. مردم محلی به این رسانه گفتند که این گونه آیین ها که به احترام محرم برگزار می شود بیش از یک قرن است که جزء رسوم اهالی این روستا شده است. روزهای 27 و 28 سپتامبر سال جاری کنفرانس سالانه حقوق بشر در دانشگاه تورین ایتالیا با حضور تعدادی از حامیان حقوق بشر و اندیشمندانی از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. عدالت برای قربانیان نسل کشی هدف اصلی این همایش ذکر شده است. عنوان این کنفرانس سال 2023 نقض حقوق بشر در افغانستان با تمرکز بر نسل کشی هزاره ها می باشد. لازم به ذکر است که تاریخ نشر مقالات این همایش روز 30 دسامبر عنوان گردیده است. مقامات الجزایری روز دوشنبه 2 مرداد اعلام کردند که همزمان با گسترش موج گرما در شمال آفریقا و جنوب اروپا 34 نفر از جمله 10 سرباز در آتش سوزی های منطقه جنگلی در شمال الجزایر کشته و دست کم 26 نفر زخمی شدند. آتش سوزی ها در دمای 48 درجه سانتیگراد و همراه با وزش بادهای شدید شعله ور شدند و به مناطق مسکونی نیز کشیده شدند. به گفته وزارت کشور الجزایر حدود 1500 نفر از 3 استان شرق پایتخت تخلیه شدند. این وزارتخانه افزوده است که 7500 مأمور و 350 خودروی آتش نشانی با پشتیبانی آتش نشانی هوایی برای مهار شعله های آتش بسیج شدند. مرگبارترین آتش سوزی ها در دهه‌های اخیر در الجزایر تابستان 2021 رخ داد که در جریان آن 90 نفر کشته شدند. امروز سه‌شنبه صدای انفجاری در دمشق پایتخت سوریه شنیده شد که بر اثر آن یک دستگاه موتورسیکلت در نزدیکی اتوبوسی در میدان عرضه منطقه سید زینب سلام الله علیها در دمشق دچار خسارت شده است. شنیده شدن صدای انفجار در حالی اتفاق افتاده که از منشأ و ماهیت آن اطلاعی در دست نیست. این انفجار منجر به مجروح شدن 2 نفر شده و علاوه بر آن منجر به خسارات مادی دیگری به برخی از مراکز و ساختمان‌ها در منطقه گردیده است. آتش سوزی ناشی از این انفجار نیز باعث ایجاد نگرانی در مردم منطقه شده است.